ازبکستان صادرات برق به افغانستان را از سر گرفت. طالبان ملکیت های شخصی و عامه را در پنجشیر به نام اماراتی ثبت می کنند. طالبان موسی شاهین را بازداشت کردند. دلیل بازداشت جنرال مبین معلوم شد که با شنیدنش وحشت خواهید کرد و جبهه آزادی بار دیگر طالبان را در داخل خانه هایشان به خاک خون کشان. وزارت انرژی ازبکستان روز چهارشنبه بر رشد توده گفت که از 25 جنوری صادرات برق به افغانستان را سر گرفت که در 14 جنوری به دلیل هوای سرد غیر عادی و کمبود منابع انرژی در این جمهوری متوقف شد. ازبکستان از 14 جنوری عرضه برق به افغانستان را متوقف کرده است به دلیل کاهش شدید دمای هوا و در نتیجه کمبود گاز طبیعی مشکلات برای تامین سوخت در نیروگاه های حرارتی جمهوری ایجاد شد. بعدن وزارت انرژی ازبکستان گزارش داد که عرضه به طرف افغان ممکن است در 25 جنوری از سر گرفته شود. نماینده وزارت نیرو تایید کرد بله، امروز برق رسانی را از ازبکستان به افغانستان از سر گرفته شده است. به گفته وی بر اساس توافقات قبلی به کشور همسایه برق رسانی می شود. در سال 2019 شبکه برق میلو ازبکستان با شرکت دو افغانستان برشنا شرکت قرارداد را برای تامین برق سالانه تا 6 میلیارد کیلووات ساعت برای یک شرکت افغانی به مدت 10 سال به صورت بیگیر یا پرداخت امضا کرد. در سال 2022 حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت به افغانستان عرضه شد. طالبان ملکیت های شخصی و عامه را در پنجشیر به نام اماراتی ثبت می کنند. منابع ملی در پنجشیر می گوید که این گروه در بخش های از این ولایت ملکیت های شخصی و عامه را تحت نام زمین های اماراتی ثبت می کنند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روس، به گفته منابع ریاست زراعت و مالداری در پنجشیر، از سه ماه به این سو برنامه تثبیت زمین های اماراتی را آغاز کرده است و تاکنون در ولسوالی های شتل و آنابه حدود 500 جریب زمین را ثبت نموده است. به گفته منابع بخش از این زمین ها ملکیت شخصی و عامه است. یک منبع می گوید که مسئولان این گروه خانه ها و باغ هایی که بیش از 100 سال قدامت دارد را زمین غضبی می دانند و آن را تحت نام ملکیت های اماراتی ثبت می کنند. به گفته منبع اکثریت زمین های زراعتی و جایدادها در پنجشیر قباله شرعی ندارد، زیرا میراثی است. به گفته منبع این گروه زمین های بدون قباله را اماراتی ثبت می کنند. یک منبع از ولسوالی آنابک خواست هویتش فاش نشود، می گوید که این گروه در این ولسوالی تمام زمین های سفید را اماراتی می گویند. همزمان با این علمای دینی و آگاهان می گویند که زمین های هر روسا و هومه های آن ملکیت عام است و متعلق به مردم روسا می شود، نه دولت. آنان می گویند که در فقه اسلامی فرق میان زمین های عامه و دولتی واضح بیان شده است. طالبان موسی شاهین از آوازخوانان ملی پنجشیر را برای دومین بار در کابل بازداشت کردند. منابع در شهر کابل میگویند که این گروه موسی شاهین از آوازخوانان ملی پنجشیر را برای دومین بار بازداشت کردند. منابع روز چهارشنبه به روزنامه اش صبح میگویند که هنوز معلوم نیست طالبان شاهین را به چه اتهامی بازداشت کرده و به کجا انتقال دادند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. موسی شاهین از آوازخوانان ملی ولایت پنجشیر پیش از این نیز هنگام سفر به ایران از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده بود. این گروه پس از تسلط بر افغانستان هنرمندان و آوازخوانان زیاد را بازداشت و شکنجه کردند. شاداب بگزاد، منابع از کابل، یک فرمانده طالبان به نام جنرال مبین به اتهام اختطاف بازداشت شده. منبع میگوید هزاران تن در انتظار قطع دست در زندان پل چرخی زندانی هستند و میان طالبان به اثر قطع دست دزدان اختلاف وجود دارد. جبهه آزادی افغانستان گزارش میدهد یک کشته و دو زخمی طالبان در قندهار. مبارزان جبهه آزادی افغانستان به ساعت 6:45 شام امروز 4 دل و در یک عملیات اپراتیفی رنجر اردوی مربوط به طالبان اشغالگر را در شهر قندهار از بین برده که یک سرنشین آن کشته و دو تن دیگر از ملیشه های طالب زخم برداشته است. این حمله در نزدیکی حمام اسپینغر واقع در حوزه نهم شهر قندهار صورت گرفته که در آن به مبارزان آزادی آسیبی نرسیده است. این در حالی است که روز گذشته با گسترش عملیات چریکی مبارزان جبهه آزادی در زون جنوب غرب، سه تن از ملیشه های این گروه مزدور در قلب شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از سوی مبارزان کشته و زخمی شدند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نمیگویند. گزارش های مهم از جهان، اسناد محرم در خانه مایک پنس کشف شد. یک قانونگذار ارشد امریکا روز سه‌شنبه گفت که وکیل مایک پنس اسناد را که هفته گذشته
سری طبقه بندی شد و در خانه معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کشف شد. به اداره تحقیقات فدرال FBI تحویل داده شده است. جیمز کامر رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه با نشر اعلامیه گفت که پنس امروز به خاطر اسناد سری که در خانهش در ایندیانا پیدا شده مراجعه کرد. به گفته کامر مایک پنس توافق کرده تا با تحقیقات کنگره همکاری کامل کند. پنس یکی از نامزدان احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده آمریکا است. تا حال مشخص نشده که اسناد یافت شده در خانه مایک پنس تا چی اندازه حساس و محرم طبقه بندی شده است. اسناد محرم در خانه معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در حال کشف شده است که اسناد محرم به تازگی در خانه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا کشف شده است. برخی اسناد به دست آمده به دوره کاری جو بایدن برمیگردد که منحیث سناتور در کنگره ایالات متحده ایفای وظیفه می کرد. پیش از این کارمندان اداره تحقیقات فدرال در اگست سال 2022 در جریان بازرسی خانه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ایالت فلوریدا 11 مجموعه از اسناد محرم و فوق محرم را به دست آورند. در حال حاضر یک هیئت که از سوی وزارت عدلیه ایالات متحده استخدام شده قضیه بایدن و ترامپ را زیر پیگرد و بررسی قرار داده است. در همین حال تلویزیون CNN به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که پنس از وکیلش خواسته بود تا خانه‌اش را با احتیاط فراوان بررسی کند. سارنوالان در حال حاضر 4 جبه را بررسی می کنند که هفته گذشته از خانه پنس پیدا شد. بخشی از این اسناد محرم طبقه بندی شده است. قصف صفحه زندانیان روسیه 90% تلفات جنگی مسکو در اوکراین را تشکیل می دهند. قصف سفید به تازگی تایید کرده که گروه واگنر یک شرکت خصوصی خدمات نظامی روسیه شمار قابل ملاحظه زندانیان را استخدام کرده و آنها را نه تنها به جنگ اوکراین اعزام کرده بلکه در خط مقدم جبهه با زندانیان محکوم بدرفتاری نیز می کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که میزان تلفات زندانیان که به اوکراین اعزام شدند فوق‌العاده بالاست. کربی افزود در واقع فکر میکنیم که 90% تلفات را زندانیان محکوم متقبل میشوند در حالی که روسیه برای حفظ قلمرو خود در اوکراین تلاش میکند. مقامات ایالات متحده به این باورند که کرملین به طور فزاینده برای استخدام هزاران زندانی به گروه واگنر متکی است. بر اساس تخمین استخبارات ایالات متحده گروه واگنر که توسط یوگنی پریگوژی مدیریت می شود 50,000 نیرو را به اوکراین اعزام کرده که از آن جمله 40,000 آن زندانیان محکوم می باشند. پریگوژی یکی از افراد ثروتمند قابل اعتماد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. پریگوژی در اواسط تابستان 2022 به چندین زندان روسیه در سراسر کشور سفر کرد تا زندانیان را برای جنگ در اوکراین استخدام کند. تلاش‌های او به طور گسترده موفق بود و ده‌ها هزار زندانی موافقه کرده تا با گروه واگنر یکجا شوند. اولاگا رومانوا رئیس اجرایی گروه حقوق مدنی به صدای آمریکا گفت که زندانیان محکوم موافقه کردند تا برای 6 ماه با گروه واگنر قرارداد کند و ماهانه 3,000 دلار نیز دریافت کنند، اما انگیزه اصلی آنان دریافت پول نبود. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب روزتان خوش.